سرخط خبرها. آمادگی نیروهای امنیتی برای مبارزه با هراس افکنان در زون غرب. این نیروها میگویند در تابستان و زمستان آماده ای انجام عملیات هستند. سفر رئیس جمهور غنی به کشور ترکمنستان. قرار است فردا کار ساخت پروژه بزرگ تاپی در ترکمنستان افتتاح شود. شکایت رسمی عراق از ترکیه در شورای امنیت. بغداد از آنکارا خواست تا نیروهایش خاک این کشور را در زودترین فرصت ترک کند. و دستور ولادیمیر پوتین به نیروهای روسی مستقر در سوریه، هر گونه تهدید باید بدون درنگ نابود گردد. به نام خدا و سلام و صلوات بر روان پاک حضرت پیامبر مهربانی ها محمد مصطفی و خاندان پاک و مکرم ایشان. خوش آمدید به خبرهای 21 قوس و 12 دسامبر سال 2015 میلادی. مشروع خبرها. نیروهای پلیس ملی در غرب کشور از روحیه خوبی برای مقابله با دشمنان برخوردارند. مسئولان فرماندهی پلیس زون 606 انصار با بیان این مطلب میگویند آنان از پایگاه‌ها و پاسگاه‌های نیروهای پلیس در ولایت‌های غربی کشور بازدید کرده و از نزدیک چالش‌های فراروی این نیروها را بررسی کردند. فرماندهی پلیس زون 606 انصار به تازگی دوباره بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی ایجاد شد. مسئولیت این فرماندهی ایجاد هماهنگی میان فرماندهان پلیس در ولایت‌های غربی کشور میباشد. مسئولان این فرماندهی گفتند که آنان وضعیت نیروهای پلیس را در 4 ولایت حوزه غرب کشور به تازگی بررسی نمودند. از تمام ولایات زون به شمول ولایت فردا، بادغیس و غور دیدن کردیم. وضع اپراتیفی را، وضع نظامی را، وضع پلیس را، پوسته ها، قطعات و جزتام های پلیس ها، سنگر های دفاعی شنا در مجموع محاکمه وضعیت کردیم، از نزدیک دیدیم، ارزیابی کردیم. جنرال حسن شاه فروغ فرمانده پلیس زون 606 انصار که به خاطر بررسی وضعیت نیروهای پلیس ملی در ولایت های غور، بادغیس و فراه به این ولایت ها سفر کرده، از روحیه و مورال سربازان و افسران پلیس مستقر در غرب کشور ابراز رضایت می کند. پلیس ما در زون غرب، در زون 606 انصار از روحیه و مورال بسیار قوی برخوردار هستند. با توکل به خدا در پهلوی سایر قوای مسلح افغانستان که جا وجود داره، اهم از اردو و امنیت دولتی، توانای دفاع از خود، دفاع از سنگر خود، دفاع از حیثیت و شرف و ناموس مردم هرات و زون غرب دارند. هرچند نسبت به دیگر ولایت‌های کشور در طول ماه‌های گذشته شورشیان در ولایت‌های غربی دستاورد چشمگیری نداشتند، اما مقام‌ها در فرماندهی پلیس زون 606 انصار برای مردم اطمینان می‌دهند که شورشیان نمی‌توانند در غرب کشور به موفقیت‌های زیادی دست یابند. آنچه که پیش می‌آید فقط یه حوادث است، ولی این به این معنا نیست که دشمن برای یا توافق پیدا کنه یا برتری پیدا بکنه. اینا توانمندی دفاع از خود، دفاع از حاکمیت و دفاع از وطن خود دارن. نزدیک به 2 ماه می شود که فرماندهی های زون پلیس در ولایت های کشور باری دیگر بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی ایجاد شده و مسئولان فرماندهی زون 606 انصار در غرب کشور نیز به گونه رسمی کارشان را از مدت 2 ماه به این سو آغاز کردند. شماری از باشندگان ولایت هرات از افزایش فساد گسترده اداری در ادارات دولتی این ولایت ابراز نگرانی می کنند. آنان می گویند مسئولان ادارات دولتی ولایت هرات طبق قانون و مقررات نافذه کشور به کارشان عمل نمی کنند و این مسئله موجب دوری مردم از دولت می شود. در همین حال مقام های اداره محلی ولایت هرات موجودیت فساد در ادارات دولتی این ولایت را تایید کرده و می گویند از این مسئله نباید انکار کرد، اما آنان در تلاش زدودن فساد از ادارات هستند. شماری از باشندگان ولایت هرات از موجودیت فساد گسترده در ادارات دولتی این ولایت ناراض بوده و گفتند باید فساد اداری از ادارات دولتی ولایت هرات برچیده شود. به گفته شهروندان ولایت هرات، موجودیت فساد اداری در اغلب ادارات دولتی این ولایت موجود است و این مسئله می تواند تا اعتماد مردم را نسبت به دولت کمتر کند.
آنان تصریح می‌کنند دولت مرکزی می‌بایستی برای از بین بردن این مقوله راهکاری پیدا کند تا فساد اداری از ادارات دولتی این ولایت سرنگون شود. این فسادها مردم از دولت دور می‌کنند. مردم مجبور است که یک جای دیگه برای خود پیدا کنند، چاره دیگه برای خود بسنجند. یعنی اگر یک کار قانونی پیش بره فکر می‌کنم بهتر باشه از اینکه غیر قانونی پیش بره. خب این یک خلل ایجاد می‌کنه در کل برای ادارات و برای در کل برای خود اجتماع. خود فساد یک پدیده‌ای که تمام معضل‌های یک حکومت را بین می‌بره، تمام مشکلات وجود میاره. در همین حال احسان الله حیا سخنگوی اداره محلی ولایت هرات موجودیت فساد اداری در برخی ادارات دولتی این ولایت را تایید می‌کند. سخنگوی والی هرات نامی از کدام اداره دولتی در این ولایت نگرفت، اما می‌گوید موجودیت فساد اداری در ادارات دولتی این ولایت غیر انکار است. آقای حیات بیان می‌کند افرادی که در این زمینه در فساد دست دارند به پنجه قانون سپرده می‌شوند. موجودیت از غیر قابل انکار هست، اما آنچه که در یک اداره اتفاق میفته مطابق با فساد اداری او کاملا مشخص شده، تشخیص داده شده و همچنان آن پروسه قانونی که باید طی میشد، آن برخورد قانونی که باید با عاملین آنها برخورد میشد برخورد شده. در بسیاری موارد دولت افغانستان از سوی جامعه جهانی نیز به دلیل ناکامی در مبارزه با فساد اداری و مجازات کسانی که در فساد اداری دست دارند مورد انتقاد قرار گرفته است. محمد اشرفغنی رئیس جمهوری کشور برای افتتاح پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان به ترکمنستان رفته است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری کشور با پخش خبرنامه‌ای گفته که آقای غنی در رأس هیئت بلندپایه در یک سفر دو روزه وارد اشقابات شده است. قرار است کار ساخت پروژه بزرگ تاپی فردا از سوی رئیسان جمهور افغانستان و ترکمنستان افتتاح شود. این پروژه تنها سالانه 500 میلیون دلار پول نقد به افغانستان عاید خواهد داشت. رئیس جمهوری در کنفرانس پالیسی‌های بی‌طرفانه، همکاری‌های بین‌المللی در عرصه صلح، امنیت و پیشرفت که با اشتراک سران کشورهای منطقه دایر می‌گردد سخنرانی نمود. وی همچنان با همتای ترکمنستانی خود نیز دیدار کرد. در جنگ 15 روزه کندز حدود 290 غیر نظامی کشته شدند. یافته های یونیما نشان می دهد که این افراد در حمله حراس افگنان که در آن کندز سقوط نمود کشته شدند. بر اساس این گزارش 30 تن از غیر نظامیان در حمله جنگنده های آمریکایی بالای بیمارستان پزشکان بدون مرز و متباقی در نبردهای زمینی جان باختند. یافته‌های تازه دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نشان می‌دهد که در 15 روز حدود 290 فرد ملکی در کندز کشته شده و 560 تن دیگر مجروح گردیدند. یونما و دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر امروز گزارش حقوق بشر و حفاظت از افراد ملکی در درگیری‌های مسلحانه در ولایت کندز را نشر کرد. این گزارش صدمه به افراد ملکی و دیگر نگرانی‌های حقوق بشری را در کندز از 28 سپتامبر تا 13 اکتبر 2015 مستند کرده است. این دوره مربوط به حمله طالبان و تصرف شهر کندز و حملات متقابل نیروهای طرفدار دولت و شامل دوره‌ای می‌باشد که نیروهای دولتی کنترل شهر را به دست گرفته و همچنین درگیری‌های مرتبط در سراسر ولایت را تحت پوشش قرار داده است. شهر کندز در ششم میزان برای 3 روز زیر اداره طالبان درآمده بود. این گزارش کشته و مجروح شدن افراد ملکی را در طول این مدت ثبت کرده و یافته‌های اولیه را در مورد قتل‌های خودسرانه، آدم‌ربایی، حملات و دیگر اشکال خشونت از جمله تهدید و جنایتکاری گسترده، استفاده از اطفال در جنگ، تاثیرگذاری بر دسترسی به تعلیم، صحت و آزادی حرکت ارائه نموده است. بر اساس ارقام اولیه این گزارش در جریان این مدت 289 فرد ملکی کشته شده و 559 تن دیگر مجروح گردیدند که اکثریت قابل توجه این تلفات ناشی از جنگ‌های زیرزمینی است که نمی‌توان آن را تنها به یک طرف نسبت داد. در این گزارش به کشته شدن 30 تن و جراحت 37 تن دیگر نیز اشاره گردیده که در یک حمله هوایی در شفاخانه دکتران بدون سرحد MSF رخ داده است. شفاخانه دکتران بدون سرحد در شب 11 میزان توسط هواپیماهای آمریکایی بمباران شد که علاوه بر این تلفات و جراحات ساختمان شفاخانه نیز حریق گردید و تمامی بخش‌های آن تخریب شده است.
اطلاعات بیشتر در مورد تلفات افراد ملکی در دوره‌ای که این گزارش تحت پوشش قرار گرفته در گزارش سالانه 2015 یوناما و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در مورد حفاظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه با تفصیل به نشر خواهد رسید. این گزارش به نگرانی‌های کلیدی حقوق بشر که در طول اولین وضعیت طولانی جنگ شهری بعد از سال 2001 در افغانستان به وجود آمده رسیدگی می کند و توصیه های کلیدی برای کاهش تلفات افراد ملکی و حفاظت غیر نظامیان از آسیب، ترویج احترام به مقررات بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و ارتقای مسئولیت پذیری را ارائه می نماید. حمله هراس افکنان طالب بالای یک مهمانخانه خارجی در منطقه شیرپور کابل بامداد روز شنبه پایان یافت. در این حمله 4 هراس افکن مشارکت داشتند که 8 تن به شمول 2 شهروند خارجی را به قتل رساندند. این در حالی است که روز گذشته رئیس جمهور غنی خواهان صلح با طالبان شده بود. بر اثر حمله گروه طالبان در نزدیکی سفارت اسپانیا در کابل 4 نیروی پلیس ملی و 2 شهروند اسپانیایی کشته شدند. این دومین حمله خونین گروه‌های هراس افکن در یک هفته گذشته بود است. مقام‌های حکومت افغانستان صبح روز شنبه گفتند که نیروهای امنیتی بعد از چندین ساعت درگیری‌های مسلحانه همه حمله کنندگان را کشتند. افزون بر آن آنها تایید کردند که 4 پلیس نیز در این درگیری‌ها کشته شدند. در همین حال حکومت اسپانیا نخست از کشته شدن 1 و بعد از کشته شدن 2 شهروند خود سخن گفته است. حمله روز جمعه با انفجار بزرگ در منطقه شیرپور که مربوط حوزه 10 امنیتی کابل است آغاز شد. بعداً مکررن صدای شلیک ها شنیده می شد. طالبان مسئولیت این حمله خونین را بر عهده گرفته و گفتند که مهمانان خارجی هدف حملات آنها بود است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از طریق توییتر نوشت انتحاری کنندگان در یک مهمانخانه خارجی ها داخل شدند. سخنگوی گروه طالبان اظهارات اشرف غنی رئیس جمهور را درباره مذاکرات صلح رد کرده و افزوده است که طالبان به موفقیت‌های سریع نظامی دست یافتند و به این دلیل این انتظار از آنها که تسلیم شوند و شامل مذاکرات شوند احمقانه است. اشرف غنی رئیس جمهور کشور چند ساعت پیش از حمله نسبت به آغاز مذاکرات صلح با طالبان ابراز امیدواری کرده بود. این دومین حمله خونین در کشور در یک هفته گذشته است. به روز سه‌شنبه طالبان بر میدان هوای قندهار حمله کرده و درگیری‌های شدید با نیروهای امنیتی داشتند. تروریست‌های این گروه در میان مردم غیرنظامی خود را منفجر کردند. این حملات 27 ساعت دوام کرد و بر مبنای اظهارات رسمی 38 فرد غیرنظامی و 12 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. اشرف غنی رئیس جمهور کشور ظهر روز جمعه اظهار کرد که مذاکرات صلح با طالبان به زودی آغاز می‌شود، اما پیام طالبان با این حمله در واقع این بود که آنها با مذاکرات جدی صلح موافق نیستند. خبرهای کوتاه داخلی را همکارم تقدیمتان می‌کند. در درگیری مجدد میان گروه ملا صمد و ننگیالی، 2 فرمانده مشهور طالبان هرات، 4 تن از افراد ملا صمد کشته و 6 تنشان هم زخمی شدند. این درگیری از حوالی ساعت 10 صبح دیروز جمعه آغاز و تا ساعت 4 پس از چاش ادامه داشته است. محل این نبرد بیشتر در روستای پرمکان واقع در منطقه زیرکوه فرمانداری شندن بوده است. فرماندار بورکه ولایت بغلان کشته شد. ذبیح الله شجاع سخنگوی قمندانی امنیه ولایت بغلان میگوید که آقای اسلامی حوالی ساعت 10 بامداد امروز زمانی که از شهر پلخمری به طرف فرمانداری بورکه در حرکت بود در منطقه موسوم به بالادوزی بغلان مرکزی کشته شده است. آقای شجاع مخالفان مسلح دولت را عامل ترور فرماندار بورکه خواند. گفته شده است که اسلامی بدون محافظ و در موتر شخصیش به طرف فرمانداری بورکه در حرکت بوده است و مهاجمان پس از حمله موتر او را با خود بردند. طالبان مسئولیت قتل عبدالجبار اسلامی را به عهده گرفتند. کریم خرمی رئیس دفتر حامد کرزی میگوید که پروژه داعش توسط خارجی ها در افغانستان تطبیق می شود. خرم تأکید می کند که تا 2 سال آینده این پروژه به بیرون از مرزهای افغانستان نیز گسترش خواهد یافت. آقای خرم به صراحت بیان کرد که فعالیت های تروریستی داعش در سال 2016 و 2017 میلادی در افغانستان شدت خواهد گرفت و در همین 2 سال آن عده از افغانهایی که در سوریه و عراق نیز آموزش می بینند در کنار داعش دست به فعالیت های تروریستی خواهند زد. همزمان با ایجاد حکومت وحدت ملی، گروه تروریستی داعش در کنار گروه طالبان افسوده شد که به باور آقای خرم این امر ارتباط به توافقنامه امنیتی دارد.
به خبرهای خارجی از استقلال خوش آمدید. عراق شکایت رسمی خود از ترکیه را به خاطر آنچه حضور شماری از نظامیان این کشور در بخش شمالی عراق نامید به شورای امنیت سازمان ملل متحد برد. حکومت عراق ورود این نیروها را نقض تمامیت ارضی این کشور دانسته و خواهان خروج فوری و بی قید و شرط این نیروها از شمال عراق شده است. عراق با تسلیم نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد حضور نظامیان ترکیه در شمال موصل را نقض آشکار حقوق بین الملل خواند و خواستار خروج بی قید و شرط نیروهای ترکیه از خاک خود شد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق گفت ان ارسال قوات نیروهای نظامی ترکیه بدون موافقت دولت عراق کمک در مبارزه علیه تروریسم نیست، بلکه نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی است. به جز نیروهای نظامی ترکیه هیچ نیروی نظامی دیگری در خاک عراق مستقر نیست. خبرگزاری آناتولی ترکیه پیشتر به نقل از سفین دیزایی سخنگوی اقلیم کردستان عراق شمار نیروهای تازه وارد ترکیه به خاک عراق را حدود 150 نفر ذکر کرده و همزمان از گسیل 20 تا 25 تانک ترکیه به شمال عراق خبر داده بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پاسخ به خواست عراق گفت اگر علیه کشور ما حمله شد، آیا ما باید منتظر دعوتنامه دولت مرکزی عراق باشیم؟ ما وقت اضافه چنین چیزی را نداریم. اگر دولت عراق نتواند با تدابیر لازم مانع حملات تروریستی شود که شاید از آنجا علیه کشور ما به اجرا گذاشته شود، ما خود این تدابیر را اتخاذ میکنیم. ترکیه با اقلیم کردستان عراق روابط نزدیک و گرم دارد و هدف از حضور نیروهای خود در پایگاه نظامی در بشیقه در حدود 30 کیلومتری شمال شرق موصل را آموزش نظامی پیشمرگه‌های کرد اعلام کرده است. ترکیه در عین حال پیکارجویان پیکه را هدف می‌گیرد و می‌گوید منطقه کردنشین خودگردان در شمال سوریه را بر نخواهد تافت. این در حالی است که هم‌اکنون ترکیه با حماسه‌های دیگر خود مانند سوریه و آذربایجان نیز مشکلاتی دارد. در آستانه برگزاری نشست ژنو دو، محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله یمن در کنفرانسی خبری در صنعا اعلام کرد ارتش و نیروهای مردمی این کشور از تاریخ 23 ماه جاری آتش بس خواهند کرد. وی در کنفرانس خبری خود پیش از سفر به سوئیس برای شرکت در نشست ژنو دو افزود پیشنویس نهایی سازمان ملل برای گفتگو برای حل مسئله یمن شامل ملاحظات ما پیرامون مبارزه با تروریسم و مقدمات آتش بس نیست. او اعلام کرد بر اساس آنچه بران توافق شده آتش بس در 14 ماه جاری میلادی خواهد بود. محمد عبدالسلام از مشورتهای کامل و همیشگی با ارتش این کشور خبر داد و گفت وزارت دفاع نیز با نماینده‌ای به ژنو خواهد فرستاد. عبدالسلام 4 خواست انصارالله از مذاکرات را مبارزه با تروریسم، توقف جنگ علیه یمن، شکست محاصره این کشور و سرگیری گفتگوهای سیاسی عنوان کرد. ولادیمیر پوتین به نیروهای روسی مستقر در سوریه دستور داد تا در صورت مشاهده هر نوع تهدید آن را بدون درنگ نابود کنند. در همین حال وی عملیات نظامی کشورش در سوریه را در نابودی هراس افکنان مؤثر دانست و برای نخستین بار اعلام کرد که جنگنده های روسی شورشیان میانه رو و ارتش آزاد را نیز حمایت می کنند. موضوع عملیات ارتش روسیه در سوریه که از چند ماه پیش آغاز شده است و بلند رفتن قدرت نظامی مسکو محور اصلی سخنان سالانه پوتین در وزارت دفاع این کشور را تشکیل می‌داد. پوتین همساله در نشست رهبری وزارت دفاع روسیه در مورد موضوعات نظامی یک سال پسین سخنرانی می کند. رئیس جمهور روسیه در این نشست به سران نظامی کشورش دستور داد که هر تهدیدی در برابر نیروهای روسی موجود در سوریه را نابود کنند و امان ندهند. وی همچنان از اتخاذ تدابیری ویژه برای مسئولیت بیشتر نیروهای روسی موجود در پایگاه هوایی الحمیم در ولایت لازقیه سوریه خبر داد. می خواهم به کسانی که قصد دارند در برابر نیروهای ما دست به اقدامات ماجراجویانه بزنند بگویم که ما برای حفاظت از نیروها و پایگاه خود در سوریه دست به اقدامات تازه‌ای زده ایم. موشک‌های ضد هوایی پیشرفته در آنجا مستقر شده است و بمب افکن‌های ما نیز از سوی جنگنده‌ها حفاظت می‌شوند. من اکیداً به نیروهایمان در سوریه دستور دادم که هر تهدیدی در برابر خود را به زودترین فرصت و بدون هیچ ملاحظه‌ای نابود کنند.
رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که هدف اساسی فعالیت‌های نظامی آن کشور در سوریه حمایت از منافع ملی و رفع خطرات تروریستان است که مسکو را تهدید می‌کند. وی عملیات نظامی کشورش در برابر هراس افکنان در سوریه را سودبخش خواند و به نابودی چندین پایگاه مربوط به داعش و سایر هراس افکنان اشاره نمود. وی در ادامه از همکاری جنگنده‌های کشورش با گروه شورشی ارتش آزاد سوریه نیز خبر داد. او این همکاری را حملات هوایی بالای پایگاه‌های داعش در خطوط نبرد با ارتش آزاد دانست. نیروهای هوایی ما ارتش سوریه را در نبرد با هراس افکنان داعش کمک می‌کنند و ما قصد داریم صفوف ارتش سوریه و گروه‌های ارتش آزاد را متحد بسازیم. اکنون شمار افراد ارتش آزاد به 5000 تن می‌رسد که در شهرهای لازقیه، رقه و حلب در برابر داعش می‌جنگند و ما آنها را نیز حمایت می‌کنیم. در این نشست سرگئی شیگو وزیر دفاع روسیه نیز از آخرین وضعیت نیروهای مسلح روسی و بخش اتمی این نیروها معلومات ارائه کرد. وی همچنان به برنامه‌های سال بعدی نظامی روسیه نیز روشنی انداخت. به گفته وزیر دفاع روسیه 47% از جنگ افزار ارتش این کشور جدید شده است و زرادخانه هسته‌ای این کشور نیز در آماده باش کامل قرار دارد. شیگو همچنان تأکید کرد که نیروهای هوایی این کشور 4000 حمله هوایی را بالای مواضع هراس افکنان در سوریه انجام داده و 8000 هدف را نابود کردند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه که میزبان کنفرانس تغییرات اقلیمی است میگوید پیشنویس تازه توافق برای همه کشورها لازم الاجراست و گرمایش زمین را زیر 2 درجه افزایش کنترل میکند. آقای فابیوس پیشنویس حاضر را بلند پروازانه، متوازن و منصفانه توصیف کرد. یکی از محورهای اختلاف نظر این بوده است که هزینه برنامه‌های مبارزه با تغییرات اقلیمی چگونه بین کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه توزیع شود. صبح روز شنبه 12 دسامبر اعلام شد که کشورهای حاضر بر سر پیشنویسی تازه به توافق رسیدند. با وجود خوشبینی‌ها توافق هنوز نهایی نشده و کشورهای حاضر می‌توانند با آن مخالفت کنند. حال وضعیت آب و هوا و نرخ اسعار در بازار هرات تقدیمتان می شود. یکشنبه آسمان کابل آفتابی، بالاترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 5، هرات آفتابی، بالاترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 2، مزار شریف آفتابی، بالاترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 2، قندهار آفتابی، بالاترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 4، جلال آباد آفتابی، بالاترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 0، غزنی آفتابی، بالاترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 13، و سرانجام بامیان آفتابی، بالاترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 22. یک دلار آمریکایی خرید 67 افغانی، فروش 67 افغانی و 10 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 73 افغانی، فروش 73 افغانی و 50 پول. یک پوند انگلیس خرید 99 افغانی و 50 پول، فروش 100 افغانی. 1000 تومان ایرانی خرید 18 افغانی و 45 پول، فروش 18 افغانی و 55 پول. 1000 کلدار پاکستانی خرید 625 افغانی، فروش 626 افغانی. 1000 روپیه هندی خرید 1000 افغانی، فروش 1010 افغانی. 1 درهم امارات خرید 18 افغانی و 40 پول، فروش 18 افغانی و 50 پول. 1 ریال سعودی خرید 17 افغانی و 50 پول، فروش 17 افغانی و 60 پول. و در پایان یک بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بازگو می کنم. آمادگی نیروهای امنیتی برای مبارزه با هراس افکنان در زون غرب. این نیروها می گویند در تابستان و زمستان آماده ای انجام عملیات هستند.
سفر رئیس جمهور غنی به کشور ترکمنستان. قرار است فردا کار ساخت پروژه بزرگ تاپی در ترکمنستان افتتاح شود. شکایت رسمی عراق از ترکیه در شورای امنیت. بغداد از آنکارا خواست تا نیروهایش خاک این کشور را در زودترین فرصت ترک کند. و دستور ولادیمیر پوتین به نیروهای روسی مستقر در سوریه، هر گونه تهدید باید بدون درنگ نابود گردد. بینندگان عزیز، این بود خبرها که به سمع و نظر شما عزیزان رسانیده شد. من و سایر همکارانم در تیم خبر اوقاتی خوش برایتان آرزومندیم. سپاس از همراهیتان.